سلام، به اولین قسمت از سری نکته با علی خوش اومدید. توی این سری نکته با علی من در نظر دارم که هر دفعه در مورد یه نکته شیرینی‌پزی که ممکنه ندونین یا اینکه بدونین رو بخواین اطلاعات بیشتری در موردش کسب کنین براتون ویدیو درست کنم. امروز که این اولین قسمته، فکر کردم که در مورد این موضوعی صحبت کنم که اهمیت خیلی زیادی داره و اونم در مورد درجه حرارت فر هست. خیلی اوقات ممکنه شما یک کیک چیزی درست کنید طبق رسیپی، مثلا گفته 180 درجه سانتیگراد و شما فرتون رو بذارید روی 180، ولی میبینیم که اون کیک یا شیرینیتون بیشتر از اون حد معمول داره طول میکشه یا زود برمیسوزه یا اینکه اون انتظاری که ازش دارین رو برآورده نمیشه. به احتمال خیلی زیادی که از دلایلی که ممکنه اشتباه پیش بیاد درجه حرارت فرتونه. مثلا شما فرتون رو با دمای 180 سانتیگراد گرم کردید، ولی دمای داخل فرتون ممکنه به 200 درجه رسیده باشه و این باعث سوختن کیکتون باشه، یا برعکس دمای فرتون مثلا به 180 نرسیده و رو 165 مثلا بمونه و این باعث میشه پخت کیکتون خیلی طول بکشه و کیفیت کیکتون رو از بین میبره. یا اینکه حتی شما متوجه نشین دقیقاً کی فرتون به اون قسمت گرم شدن یا به اون درجه‌ای که می‌خواید برسین که بدونین کی کیکتون رو بذارین داخل فر. بهترین راه حل و آسان‌ترین راه حل برای اینکه مشکلتون رو حل کنید اینه که یه دونه دماسنج فر تهیه کنید. این دماسنج فر رو من چند وقته دارم استفاده می‌کنم، هیچ وقتم باهاش مشکلی نداشتم. می‌بینید که هم علت این درجه سانتیگراد رو داره هم فارنهایت. یه دونه دماسنج دارم که قدیمی‌تره و این فقط فارنهایت، اون زمانی که فقط به فارنهایت احتیاج داشتم ازش استفاده می‌کردم. ولی می‌بینید که دوباره مشابه همون رو خریدم وقتی دوباره می‌خواستم بخرم، به خاطر اینکه کار منو راه میندازه و بی مشکله. کار کردن با دماسنج فر خیلی ساده است. فقط کافیه که شما این دماسنج رو بذارین طبقه وسط فرتون یا اینکه آویزونش کنید از یکی از طبقه ها به صورتی که وسط فرتون باشه، بیشتر به اون طبقه ای که شما باهاش شیرینی پزی و پخت انجام میدین توجه کنین که اصولا طبقه وسطه، و درجه فرتون رو بچرخونین مثلا 180 درجه سانتیگراد. بهش حدودا 10 دقیقه یه رو فرصت بدین تا اینکه فرتون دماش بیاد بالا. اگر که دمایی که این دماسنج بهتون نشون میده با دمای درجه فرتون یکیه، این خب یعنی که خب خدا رو شکر پیچ فرتون درسته، وگرنه شما میدونین که فرتون دماش چقدر بالا پایینه و چقدر اشتباه داره. من همیشه اینو توی فرم دارم که یه موقعی اگه بخوام یه ظرفی رو بذارم و جانب باشه، خب اینو میذارمش کنار یا درش میارم وقتی که مطمئن شدم از درجه فرم، ولی همیشه ازش استفاده میکنم. یه جورایی میشه گفت من اصلا به این وسیله معتادم. میتونین این دماسنجا رو از لوازم قنادی‌ها تهیه کنین، همشون دارن و قیمت خیلی بالایی هم ندارن. شما نیازی نیست که حتما یه دماسنجی بخرین که مثلا خیلی گرونه یا حالا یه چیز خاصیه. امیدوارم که شما یه دونه اینا تهیه کنین و ببینین چه اشی به درد بخوریه. تا یه قسمت دیگه از نکته با علی، خداحافظ.